مراسم آخرین چهارشنبه سوری هر سال در ایران برگزار می شود. گروهی از مردم گرچه با برگزاری مراسم موافقت می گویند استفاده از نارنجک ها و ترقه های دستساز امنیتشان را از بین برده و سوانح جبران ناپذیری به همراه داشته است. کوروش صحتی گزارش می دهد. چهارشنبه سوری دیگر در ایران، شادی و رقص جوانان در خیابان ها و کوچه ها، برپا کردن آتش و البته پرتاب ترقه و نارنجک‌های دستساز پرسر و صدا و خطرناک. وارد شده این صحنه، یه نارنجک میزنن به نیمکت تیم تراکتورسازی تعویض. نارنجک‌ها و ترقه‌هایی که حتی چند روز پیش از چهارشنبه سوری پرتابشان آغاز می‌شود. انگار میدون مینه. حالا امسال کمپین‌هایی در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاده و کاربران از یکدیگر خواستند تا در این روز از ترقه استفاده نکنند. جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران به خبرگزاری ایسنا گفته امسال ماموران آتش نشانی در بیش از 1000 نقطه تهران مستقر خواهند شد و همه پایگاه‌های آتش نشانی هم در این روز به حالت آماده باش درآمده. ایرج حریرچی قائم مقام وزیر بهداشت هم اعلام کرده در چهارشنبه سوری سال گذشته 10 نفر جان باختند و نزدیک به 3000 مورد مراجعه به اورژانس وجود داشته. حوادثی که هر سال در این روز رخ می‌دهد، اما همچنان برپای مراسم روز چهارشنبه سوری بخشی از آداب و سنن مردم ایران است. به گمان من مسئله چهارشنبه سوری در دوران حیات جمهوری اسلامی صرفاً یک پافشاری بر ارزش ملی نیست، بلکه تبدیل شده به یک حوزه ایستادگی فرهنگی و گاه سیاسی در برابر حکومت اسلامی. واقعیت اینه که چون چهارشنبه سوری با ارزش‌های اسلامی که حکومت اسلامی سعی میکنه از اونها اتفاقا یک ایدئولوژی بسازه در تضاده، خب حکومت سعی میکنه به شدت اونو نفی کنه. چهره‌های مذهبی و حکومتی در ایران بارها با برپایی مراسم چهارشنبه سوری اعلام مخالفت کردند. و اما یه جمله هم درباره این مسئله روز بگم. امسال هم آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعیان نزدیک به حکومت ایران برپایی این مراسم را آداب نادان‌ها و خرافه دانسته است. آیت الله مرتضی مطهری که از او به عنوان ایدئولوژ جمهوری اسلامی نام برده می‌شود هم اظهارات بسیار تندی در مورد کسانی که چهارشنبه سوری را جشن می‌گیرند به کار برده بود. چهارشنبه آخر اسفند می‌شود. بسیاری از خانواده‌های احمق‌ها دیالا آتش روشن می‌کنند، هیزه روشن می‌کنند. چقدر حماقت است. خب چرا چنین میکنیم؟ آقا یه سنتی است مال ما مردم از قدیم، پدران ما چنین میکردن. برگزاری چهارشنبه سوری به عریانی و علنا یک دهنگچی سخت به حکومت اسلامی است که با زور سرکوب و سرریزه و تهدید و تبلیغ نتونسته جلوش بگیره. بنابراین به نظر من چهارشنبه سوری یکی از حوزه های مهم مقاومت فرهنگی، ایستادگی فرهنگی یک ملتی در برابر یک حکومت فناتیک اسلامی شده. مراسم چهارشنبه سوری علاوه بر ایران در کشورهای تاجیکستان، افغانستان و مناطق کردنشین کشورهای ترکیه، عراق و سوریه هم برگزار می شود. کوروش صحتی، صدای آمریکا.